سرخط خبرها. نظرسنجی های غیر معیاری و غیر قانونی انتخاباتی. کمیسیون مستقل انتخابات نظرسنجی های انجام شده درباره انتخابات رو غیر معیاری میداند. خب اینجاست آقایی هست که از دونرا انجامی بینید پول گرفتن، حالا میخوانی اگر حرکت انجام بدن، اما یه حرکت شدن غیر مسلکی بیده تا آخر حالا. کناره های تاریک جنگ در افغانستان. وزیر پیشین دفاع آمریکا: باراک اوباما جنگ افغانستان را از خود نمیدانست، بالای فرماندهانش اعتماد نداشت، تحمل رئیس جمهور کرزی برای سخت است و در پی چاره برای خروج. و سرگردانی چهره های درشت طالب در میان فهرست سیاه و سفید واشنگتن و کابل. حکومت کابل در پی رهایی زندانیان طالب و واشنگتن قاری سیف را وارد فهرست تروریستان جهان ساخت. سلام با شما، امروز چهارشنبه 18 جدی و 8 جنوری است. ما نشانه هستم. کمیسیون مستقل انتخابات نظرسنجی های انجام شده درباره انتخابات پیشرو را نادرست و غیر معیاری میداند. در این حال این کمیسیون گفته است اعتبار نامه ای که به نهاد انترنشنال دموکراسی داده است را یک بار دیگر بررسی می کند. از سوی هم اداره حمایت از سرمایه گذاری ها نظرسنجی نهاد دموکراسی انترنشنال درباره انتخابات ریاست جمهوری را غیر قانونی می داند. این اداره تاکید می ورزد که در جواز فعالیت دموکراسی انترنشنال تنها با فعالیت های مشوردهی اجازه داده شده و صلاحیت فعالیت های اجرایی را ندارد. در این روزها نظرسنجی های زیاد درباره میزان نفوذ نامزدان و مشارکت مردم در انتخابات ریاست جمهوری پیشرو از سوی نهادهای ملی و بین المللی صورت میگیرد. در نظرسنجی که نزدیک به 3 هفته پیش از سوی یک نهاد به نام دموکراسی انترنشنال صورت گرفته بود، جنجال برانگیز شده است. اداره حمایت از سرمایه گذاری های نظرسنجی را غیر قانونی میداند و میگوید که برای نهاد دموکراسی انترنشنال تنها جواز فعالیت مشوردی داده شده است، نه فعالیت های اجرایی. کسایی که جواز میگیرن خلاف اساسنامه خود کار میکنه یا خلاف قوانین، با شما بهتر معلوم است که با مورد تعقیب عدلی قرار میگیرن. کسایی که خلاف اساسنامه خود کار میکنن دیگه در این ارتباط همین شرکتی که از خدمات مشورتی و فعلا سروی کرده در مورد انتخابات، حق زیر از هیچ ارگان نگرفته، از اداره احسان نگرفته. دیگه در این ارتباط ما موضوع را به کمیسیون عالی سرمایه‌گذاری پیشنهاد میکنیم و مطابق قانون کتش عمل میکنه. فعلا جوازشان اعتبار داره. اداره حمایت از سرمایه گذاری جواز فعالیت دموکراسی انترنشنال را برای بررسی بیشتر به کمیسیون عالی سرمایه گذاری فرستاده است. با این حال کمیسیون مستقل انتخابات نیز درباره اعتبارنامه‌ای که به نهاد دموکراسی انترنشنال داده دوباره بررسی می کند. این کمیسیون نظرسنجی هایی را که تانوس صورت گرفته معیاری نمی داند. متاسفانه نهاد تحقیقی بر در رابطه با انتخابات در افغانستان ایجاد نشده. اتم یک دانش هم ما سراغ نداریم. کار یک صورت گرفته، کار این کمپانی ها و این کانسلتنسی ها و انجو هاست، نهادهایی هست که از دونرا جامعه بینی پول گرفتن، حالا میخوانی اگر حرکت انجام بدن، اما یه حرکت شدن غیر مسلکی بوده تا فعل حالا. اما در شکلات بیشتر هم گفتم که ما ردش نمی کنیم، اما یک حرکت خوب است. در نظرسنجی دموکراسی انترنشنال آمده بود که 85% مردم در انتخابات اشتراک خواهند کرد و ناامنیات، تهدیدهای طالبان و فساد اداری چالش‌های در برابر انتخابات می باشند. در این نظرسنجی دکتر عبدالله عبدالله، اشرف غنی احمدزی، عبدالقیوم کرزی، عبدالرب رسول سیاف و زلمی رسول نامزدان پیشتاز بودند. گفته شده که یکی از مؤسسه‌هایی که چند روز قبل یا چند هفته قبل یک نظرسنجی را انجام داده بود، لایسنسش یا جواز کارش در افغانستان گرفته شده. می کار مخالف روحیه پروسه دموکراسی و ابراز رأی مردم و نظر مردم میدانم. امیدوار هستم که همچو کار صورت نگرفته باشه. هنوز روشن نیست که کمیسیون عالی حمایت از سرمایه گذاری ها درباره جواز فعالیت دموکراسی انترنشنال چی تصمیم خواهد گرفت، اما قرار است تا زمان برگزاری انتخابات نتایج دو نظرسنجی دیگر نیز از سوی نهاد اعلام شود. با تلاش های زیاد موفق به گرفتن نظر نهاد دموکراسی انترنشنال نشدیم. یک مقام پیشین آمریکایی از سیاست های واشنگتن درباره افغانستان به شدت انتقاد می کند. رابرت گیتس، وزیر دفاع پیشین آن کشور، با نوشتن کتاب از بیباوری باراک اوباما بر راهبرد نظامیش در افغانستان سخن می گوید و تاکید می ورزد که رئیس جمهور اوباما با پیروزی در این جنگ مشکوک است. از سوی هم این مقام نظامی پیشین میپندارد که باراک اوباما با جنرال دیوید پتریوس که به عنوان فرمانده نیروهای خارجی در افغانستان فعالیت داشت اعتماد نداشته و نیز
نسبت به رئیس جمهور کرزی بی‌علاقه بوده است. بازم انتقاد از سیاست‌های واشنگتن در مأموریت افغانستان، اما این بار در سطح بلندتر. کتاب رابرت گیتس، وزیر دفاع پیشین ایالات متحده آمریکا، زیر نام خاطرات یک وزیر جنگ، بر روز سه‌شنبه نشر شد و انتظار می‌رود که هفته آینده به بازار راه یابد. کتابی که در آن هم راهبرد باراک اوباما در قبال افغانستان زیر پرسش قرار گرفته است و هم راهبردهای پیشتر از آن. چنان که در این کتاب از جورج بوش هم انتقاد شده و رابرت گیتس رئیس جمهور بوش را مسئول اصلی طولانی شدن جنگ در افغانستان و عراق دانسته است. بدگمانی ها و بی‌اعتمادی های باراک اوباما، معاون وی و مقام های بلند پای کاخ سفید با فرماندهان نظامی این کشور سبب به میان آمدن مشکلات زیاد در جنگ افغانستان و دراز شدن این جنگ شد. رابرت گیتس که در دوره ریاست جمهوری بوش هم به عنوان وزیر دفاع فعالیت داشت، از سال 2006 تا 2011 میلادی با اداره باراک اوباما در همین بخش هم کار بود. او در بخشی از این کتاب خود به یکی از نشست‌ها در کاخ سفید در سال 2011 اشاره می‌کند و می‌نگارد: در همان لحظه که در نشست بودم به فکرم رسید که رئیس جمهور به فرماندهش اعتماد ندارد. کرزی را نمی‌تواند تحمل کند، بر راهبرد خودش باور ندارد و این جنگ را از آن خودش نمی‌داند. همه خواسته او این است که زودتر از این کشور خارج شود. در بخش دیگر از این کتاب از نفوذ و دخالت مشاوران غیر نظامی کاخ سفید در کارهای وزارت دفاع انتقاد می شود. رابرت گیتس این دخالت ها را بسیار بلند می داند و در این پیوند از تصمیم باراک اوباما برای فرستادن 30,000 نظامی بیشتر به افغانستان یاد می کند و می نگارد که در آن اوان رئیس جمهور اوباما تحت تاثیر نفوذ دستیاران غیر نظامیش قرار گرفته و در عملی ساختن این تصمیمش دچار تردید شده بود. جو بایدن، معاون باراک اوباما، نیز از همان مقامات آمریکایی است که در این کتاب مورد انتقاد قرار می‌گیرد. من فکر می‌کنم که آقای بایدن در تمام سیاست‌های داخلی و خارجی ایالات متحده آمریکا مشوره‌های غلط را ارائه کرده است. در کتاب وزیر دفاع پیشین ایالات متحده آمریکا می‌خوانیم که کاخ سفید بیشتر به موضوعات داخلی آن کشور فکر می‌کرده تا اینکه درباره سیاست‌های خارجی. اگر راهکار درست نبوده برمیگرده به سنت سیاست خارجی دموکرات ها در ایالات متحده آمریکا. در عراق هم همیش دوباره کردن، اول آمدن و دوباره بیرون شدن. امروز عراق شاهد یک جنگ داخلی است. امیدوارستن در افغانستان ایش رو با تکرار نشن. با این حال رابرت گیتس در این کتاب تصمیم باراک اوباما را در حمله بر پاکستان ستایش میکند و کشته شدن اسامه بن لادن را تنها عملکرد عقلانه و شجاعانه کاخ سفید در این مدت میداند. از اثر واژگون شدن یک موتر از 303 در مسیر ولسوالی سید آباد میدان وردک 4 تن کشته و بیش از 40 تن دیگر زخمی شدند. سخنگوی والی میدان وردک به تلویزیون یک میگوید این رویداد بامداد امروز هنگام رخ داد که این موتر از کابل به سوی غزنی در حرکت بود. وی علت این رویداد را سرعت راننده و برفباری در اشارا دانسته است. این در حال است که پیش از چاشت امروز در یک رویداد ترافیکی دیگر در شارای اسلام قلعه هرات 1 تن کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. نن شاوخوا هر څلور بجې د میدان وردګو ولایت د سید آباد ولسوالۍ د دشتي کوه په سیمه کې د کابل څخه د ښار په لویه لاره باندې یو تر سره درې ډوله موټر چې له کابل څخه غزني د ګرانګي تګ او زیاتې واورې له امله چته شوه دي چې له امله یې څلور کسان په شهادت رسېدلي دي او تقریبا یو څلوېښت شاوخوا کې نور ټکیان دي. په ټپیانو کې د نهه کسانو وده هم د اندېښنې وړ ده. په ټپیانو کې مېرمنې او ماشومان هم شامل دي. رئیس جمهور کرزی به وزارت داخله دستور داده است تا سپوژمه دختر 10 ساله‌ای که قصد حمله انتحاری را داشت دوباره به خانواده‌اش برگرداند. این دختر گفته است که خانواده‌اش به زور او را به عمل انتحاری واداشته است. در این حال وزارت داخله از رفتن دوباره این دختر به خانواده‌اش نگران است. این وزارت تاکید می‌کند که پرسش‌های زیاده در پیوند به رفتن دوباره سپوژمه وجود دارد. نزودین مسلی با جزئیات بیشتر در این مورد. دست کم 2 سال پیش رئیس جمهور 20 کودک عامل انتحاری و انفجاری را از زندان رها کرد. در تازه ترین مورد، سپوژمه یک دختر 10 ساله به دستور برادرش که فرمانده طالبان است، قصد حمله انتحاری بر کاروان نیروهای پلیس را در ولایت هلمند داشت، بازداشت شد. او کنون رئیس جمهور کرزی دستور داده است که این کودک پس از گرفتن ضمانت از بزرگان قومی به خانواده اش بازگردانده شود.
به وزارت داخله وظیفه داده می شود تا از پژمه کودک کوچک را پس از حاصل کردن اطمینان و گرفتن ضمانت در حضور بزرگان ولایت هلمند به خانواده‌اش بازگرداند تا او مانند کودکان دیگر در محیط خانواده و زیر سایه والدین خود به زندگیش ادامه دهد. از پژمه در حال حاضر در ولایت هلمند به سر می برد. وزارت داخله از بازگرداندن از پژمه به خانواده‌اش نگران است و تاکید می‌ورزد که تلاش‌ها به هدف بازداشت برادر اسپوژمای که او را وادار به عمل انتحاری کرده است جریان دارد. خیلی مهم است که آیا فضای خانواده اسپوژمای آماده است، آیا دوباره قربانی توطئه ها و ظلمی که برادر شوا داشته قرار نمی‌گیرد. این سوالات است که ما فوق العاده نگران هستیم. هر آنچه که به خیر اسپوژمای است، هر آنچه که خواست اسپوژمای است، حکومت محلی اقدامات روی دست خواهد گرفت، اما به هیچ صورت ما خواستار از این نیستیم که خانم سپوژمی بر بگرده به یک جایی که در اونجا دوباره شستشوی مغزی شود و فرستاده شود و مجبور شود که دست به امنه انتحاری بزنم. برگرداندن دوباره سپوژمی به خانوادهش سبب نگرانی مردم هم شده است. شهریان کابل میگویند که احتمالاً سپوژمی از سوی برادر طالبش ناگزیر به اجرای دوباره عمل انتحاری شود. اگه به خانوادهش بتن دوباره امکان انتحاری کردن خود داره. باز قوم در اداره دولت باشه. هم فامیلش بتر بده اداره چوکات دولت باشه. از سایه طالبان دور باشه. با خانوادهش بره پس دست به می کار میزنه. دیگه ما از دولت تقاضا میکنیم که باید از به خانوادهش تسلیم نکنه. اعضای مجلس نمایندگان هم تصمیم رئیس جمهور کرزی در این باره را سخت انتقاد میکنند. حکومت و خصوصا نیروهای امنیتی که موظف در اون منطقه شان است، اینا باید موشکافی بکنن و تحقیق بکنن، بررسی بکنن که چه مشکل وجود داره بین اسپوژمه و خانوادش. اگر حکومت و نیروهای امنیتی روان بکنه و خانوادش در صورتی که در اونجا مشکلات زندگی وجود داشته باشه، طبعا زندگی خود دختر به خطر میفته. اسپوژمای درست پیش زمانی که میخواست به دستور برادر طالبش خود را در برابر کاروان پلیس انتحاری کند بازداشت شد. برخی ها نیز حکومت را متهم میکند که برای آگاهی مردم و پیامد ناگوار عمل انتحاری و انفجار به ویژه با استفاده از کودکان به گونه لازم کاری انجام نداده است. اسپوژمای 10 ساله در حال در کشور ناگزیر به اجرای عمل انتحاری میشود که در دیگر جاها این گونه دخترها مشغول آموزش و پرورش هستند. قاری سیف یک فرمانده ارشد طالبان در لیست سیاه امریکا جا داده شد. وزارت خارجه امریکا با نشر خبرنامه اعلام کرده است که قاری سیف الله از فرماندهان ارشد گروه طالبان در پیوند به دست داشتن در فعالیت‌های هراس افغانانه در فهرست افراد خطرناک جا داده شده است. در این حال در این خبرنامه آمده است که تمام دارایی‌های او در امریکا مسدود و سفر او نیز به امریکا ممنوع اعلام شده است. وزارت خارجه امریکا افزوده است که قاری سیف در سازماندهی فعالیت‌های هراس افغانانه بر ضد نیروهای امنیتی افغانستان و نیروهای امریکایی در ولایت زابل نقش فعال داشته است. از سرور دکتر زیا معاون ولایتی امنیت ملی جلوگیری شد. ریاست عمومی امنیت ملی در خبرنامه می نویسد یک گروه 3 نفری هراس افغانان که قصد ترور دکتر زیا معاون ولایتی امنیت ملی را داشتند با جنگ افزارهایشان در ناحیه 17 شهر کابل بازداشت شدند. در خبرنامه گفته شده که طرح ترور دکتر زیا از سوی ملا اختر محمد منصور و محمد اسماعیل دو فرمانده طالب در پشاور پاکستان ریخته شده بود. الدا شده وادی به دام اسماعیل را او اختر لوده را در اصل دا خبر شدید که کرده چیه دستی دا دیو امنیت ملی مشر دا وادی به دا او دا الدا فاقه که دا دمونگ کور مخی تیری گی او زیر چده وادی به دا کولی اشم زیر که بدی که بم متجول کم بم که وارد رون. در جریان مرحله های دوم و سوم انتقال مسئولیت های امنیتی از نظامیان خارجی به نیروهای امنیتی کشور، این گذاری های کنار جاده و مکان های نظامی افزایش یافتند. وزارت امور داخله می گوید که در یک سال گذشته 80% تلفات نظامیان افغان برخواسته از انفجار ماین های کنار جاده بوده است. در این حال این وزارت از ایجاد آموزشگاه برای خنثی‌سازی ماین های کنار جاده نیز سخن می گوید. هیولایی که در این سالها بیشتر جان نظامیان و غیر نظامیان را گرفته است. ماین های کنار جاده و اما افزایش آن در سالهای پسین نگران کننده گفته می شود. هرچند حکومت افغانستان به توانایی های کامل این نیروها برای تامین امنیت کل کشور باور دارد. تقریبا 80% تلفات افغانستان از ماین گذاری هاست.
این پلاکاس که مردم ها به این طور یک حالت مشکل مواجه ساختند. کارگزاری ماین‌های کنار جاده از شیوه هاییست که در این سال‌ها بیشتر مخالفان مسلح دولت برای مچ قرار دادن نیروهای امنیتی کشور به کار بردند. نیروهای امنیتی کشور سال حساس و ظاهراً پرچالشی را در پیش دارند. وزارت امور داخله میگوید که در این سال نظامیان افغان باید از شیوه هایی که مخالفان مسلح دولت به خاطر به چالش کشانیدنشان استفاده می کنند آگاهی داشته باشند. در طول تخکاره ده چه ده امنیتی انتقال پا درهم و چلورم مرحله و پڑاو که ده واقعیت زیاد شو چه ضرر نه وازه نظامی افغانانو تا بلکه ملکی افغانانو تا او بینلوی قواهو تا ورست براز داد شد. وزارت امور داخله می گوید که همکنون 66 تیم فعال در بخش خونسوسوزی ماین‌های کنار جاده در کشور کار می کنند و اما تلاش دارند تا به ولایت‌های نورستان و نیمروز نیز کارکنان خونسوسوزی ماین‌های کنار جاده بفرستند. با این همه یک فرماندهی نیروهای آلمانی در افغانستان باور دارد که نیروهای امنیتی کشور به تمامی فعالیت‌های هراس افگنانه و شیوه‌های توزیع این گروه توان پاسخگویی دارند. افغانستان در سالهای اخیر گواهی پیشرفت‌های زیادی در این راستا بوده است و این یک پیشرفت خوب است در برابر دشمنان افغانستان. اکنون وزارت امور داخله می‌خواهد به چالش‌های ماین‌های کنار جاده نیز پاسخ دهد. آموزشگاهی که به ارزش 9.4 میلیون دلار از سوی آلمان ساخته شده است، نظامیان افغان را توانایی می‌دهد تا شیوه‌های مناسب خنثی ساختن ماین‌های کنار جاده را بیاموزند. آموزشگاهی که در نخستین دور 31 پلیس از آن سند فراغت به دست آوردند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا ایران را به دست داشتن در خشونت‌های سوریه متهم کرده است. جن ساکی روز گذشته گفت که ایران به حکومت سوریه در انتقال جنگجویان خارجی به این کشور کمک کرده است. این در حالی است که جان کری وزیر خارجه آمریکا دوشنبه هفته آینده در دیدار با همتای روس خود در مورد اشتراک ایران در نشست جهانی صلح ژنو دوم گفتگو خواهد کرد. واردات کالاها و صنایع مصنوعی به کشور صنایع دستی افغانستان را با خطر رکود روبرو ساخته است. بانوان صنعتکار میگویند که فروش صنایع دستی افغانستان بسیار کم شده است و اگر این روند ادامه یابد ممکن است صنایع داخلی نابود شود. این بانوان از وزارت‌های تجارت و صنایع و امور زنان میخواهند تا برای رشد صنایع دستی بانوان را کمک‌های مالی کنند. صنعت دستدوزی در کشور پیشینه بسیار دارد و همین صنعت است که منبع تامین درآمد بسیاری از بانوان کشور نیز دانسته می شود. اما اکنون با افزایش واردات کالاهای خارجی و صنعت دستکاری شده مصنوعی در بازارهای کشور، فروش صنعت دستدوزی افغانی در بازارها کاهش یافته است. به یکی از دکانهای فروش لباس دستکاری شده سر می زنیم. این بانو از فروش همین گونه لباس ها نیازهای خانواده اش را فراهم می سازد. او دوست دارد به همین کارش ادامه دهد و اما ظاهرا بی‌پروایی وزارت امور زنان او را رنج می دهد. ما توانمندی از این نداریم که ما خود ما یک جای بریم پیسه از جیب خود مصرف کنیم. منوز به او سرعت نرسیدیم. بسیاری از خانم هاست یک جایی که سفر میشه پیسیش ندارن که نال اونا تکت تیاره بگیرن یا مصرف خوراک خود کنن. اما وزارت امور زنان خودش را یک وزارت پلیسی ساز میگوید. وزارتی که بارها از فعالیت های آن برای بهبود وضعیت زنان کشور انتقاد شده است. بودجه کافی برای این خانم ها نداریم که به خاطر نمایشگاه هایی که در خارج تدبیر میشه برای ما مکتوب می از طرف اتاق های تجارت. مردم بیشتر در ولایت های شرقی و جنوبی کشور مانند کندهار و ننگرهار به ساخت لباس های افغانی و صنعت دستکاری شده می پرداختند. اما اکنون مردم شکایت دارند که صنایع دستی هند و پاکستان بازار کشور را تسخیر کردند و به صنایع دستدوزی افغانستان صدمه زدند. فلا شخصی ده و دیخز و وزارت مثلا دا دکانون من ترا کردی چه پده که منگه سرمایه گذاری کرده دیخز و وزارت زمینه دی قرضه من تا آماده کرده یا مثلا خلق بانکونه من تا معرفی کردی اگر چوب چه ضرورت ارتا لری. اداری حمایت از سرمایه گذاری ها می گوید که پشتیبانی کند تا صنعت دستدوزی افغانستان دست کم در بازارهای منطقه رقابت کند. کوشش ما می است که سال به سال صنایع دستی ما رشد کنه. ما بتانیم که اولا برش بازاریابی کنیم و دوم ذهنیت سازی شود که مردم ما هم از همین صنایع دستی استفاده کنه
تا به هزاران هموطنهای ما کمک مالی هم شد. این نخستین بار نیست که بانوان سرمایه گذار از وجود مشکلات بیش از حد در برابرشان خبر می دهند. بارها از اوضاع موجود شکایت شده است و بارها دولت وعده کمک کرده است. اما هنوز هم چالش ها به همان اندازه که سالهای پیش بود. حال ادریس تیموری با ماست. تشکر میشونم. بارز سلام و این هم چند روی داده ورزشی. رقابت های انتخابی کابل کورش اتحادیه ملی جوانان با اشتراک بیش از 100 ورزشکار در کابل آغاز شد. این رقابت ها با اشتراک بیش از 100 ورزشکار از 12 باشگاه با شمول ولایت های کابل، ننگرهار، لوگر و پنجشیر برای دو روز برگزار شده است. در پایان رقابت ها 40 ورزشکار برتر در دو وزن قانونی این رشته به تیم انتخابی اتحادیه ملی جوانان گزینش می شوند. تا اکنون اتحادیه ملی جوانان کشور ورزشکارا را در 18 رشته ورزشی آموزش می دهد. رقابت مسابقه برای ما بسیار داد کمک میکنه، شما پخته میشه با مسابقات بین المللی و مسابقات خارجی. این مسابقات داخلی فقط یک تجربه میشه برای ما و تا حال فعلا یک حریف ما شکست دادیم. در رشته های مختلف، یعنی در اکثریت فدراسیون هایی که در کمیته ملی المپیک موجود است، اتحادیه جوانان در اکثریت رشته ها مسابقاتشان رشته ها داره و مسابقاتشان به ترتیب در طول سال گرفته و می... ریاست تربیت بدنی و سپورت کمیته ملی المپیک از دهمین سال روز تصویب قانون اساسی گرامی داشت کرد. در محفلی که به همین منظور در ریاست کمیته ملی المپیک برگزار شده بود، ریاست تربیت بدنی و سپورت کمیته ملی المپیک از قانون اساسی کشور از ماده 52 آن که در مورد بازی های عنعنوی اشاره شده است نیز یادآوری نمود و استفاده از این ماده قانون اساسی را برای رشد ورزش عنعنوی افغانستان ارزشمند دانست. قابل یادآوری است قانون اساسی افغانستان 10 سال پیش در 12 فصل و 162 ماده ساخته شده است. مهمترین ها از یک در همین جا به پایان رسید. از همراهیتان سپاسگزار است و ما خداوند نگهدارتان.